درود بر شما همه همیهنان عزیز و گرامی. من فضائل عزیزان هستم. این صدا و تصویر رو از شرق ایالات متحده میشنوید و میبینید. در روز چهارم آبان ماه، در حالی که 40 روز از خیزش مردم ستمدیده ایران در اقصی نقاط ایران میگذره و علی خامنه‌ای دیکتاتور ایران دیگه نفسهای آخرش رو میکشه و رژیم به حالت احتضار در اومده، داره دست و پا میزنه. در آخرین دست و پا زدنهایی که داشته خیلی جالبه، دارن خودزنی میکنن. در شاهچراغ شیراز امروز، عصر امروز اعلام کردن یک تروریست با یک کلاشینکوف وارد شاهچراغ، حرم شاهچراغ شیراز شده و نمازگزارانی که اونجا بودن رو به رجبار بسته و از جمله یک کودک و یک خانم کشته شده. 25 نفر آماریه که خود رژیم و رسانه‌های وابسته حکومتی اعلام کردن که کشته شدن، 60 نفر زخمی شدن و اعلام و بلا فاصله. اولا اعلام کنم این کار خود رژیم، وزارت اطلاعات و امنیت خونه رژیم، احتمالا خود اطلاعات سپاه هم یه کار مشترکیه چه انجام میدن، چه پیشتر از اون حالا برخواهیم جشن. این آتش سوزی عمدی زندان اوین هم کار همین وزارت اطلاعات که در تلاش هستن نشون بدن جج جمهوری اسلامی نباشه، امنیت مردم عادی به خطر میفته. شما نگاه کنید به نحوی اطلاع رسانی، دقیقا ساعاتی بعد از این که اعلام میکنن یک تروریست تکفیری، خودشون گفتن تکفیری، حمله کرده به شاهچراغ شیراز، نور نیوز رسانه وابسته به شورای امنیت ملی تیتر میزنه مهاجم ملیت ایرانی نداشته. خیلی جالبه، یعنی در همون ساعت اولیه میفهمن که کسی که حمله کرده مهاجم ملیت ایرانی نداشته. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، سپاه تروریستی پاسداران جمهوری اسلامی، به نقل از یک منبع آگاه امنیتی میگه عامل این حادثه، تیتر میزنه یک عنصر وهابی و تکفیری بوده. البته خبرهای متناقض دیگه ای مطرح میکنن، از جمله این که سه تروریست بوده، 2 تروریست رو دستگیر کردن، یکیشون فرار کرده. بلا فاصله تقریبا تمامی مسئولین عالی رتبه جمهوری اسلامی از جمله احمد وحیدی وزیر کشور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس طویله شورای اسلامی، اینا در مصاحباتی که انجام میدن، همین احمد وحیدی میگه که اینا اصلا به خاطر در نتیجه این اعتراضات خیابانی که بوده، نیروهای تروریستی و تکفیری فضا را مناسب تشخیص دادن و دارن این چنین عملیات های تروریستی انجام میدن. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم دقیقا مثل احمد وحیدی یه اظهارات مشابهی داشته، میگه که این حادثه اتمام حجتیه به همه کسانی که در هفته های گذشته ایجاد ناآرامی کردن و زمینه را برای توطئه دشمن فراهم آوردن. حالا اینجا یعنی همه این اتفاقاتی که میفته تقصیر این مردم معترضی هست که در خیابون هستن. صدا و سیمای جمهوری اسلامی، شبکه خبر، بلا فاصله یک برنامه میاره. اول یک به اصطلاح کارشناسی رو میارن به نام صدرالاسلامی یا چیزی در این مایه ها. همون اول ایشون هم میگه بله، فضا در هفته های گذشته ناآرام شده و
دشمن از این ناآرامی داره سوء استفاده میکنه. رئیس کل دادگستری استان فارس رو به صورت تلفنی پشت سر این به اصطلاح کارشناس میارن، ایشون هم در همون راستا میگه بله این فضا ناآرام شده و دشمن داره سوء استفاده میکنه. شما همه اظهار نظرهایی رو که میبینید، میبینید که همه را رفت میدن به اعتراضات مردم در خیابون و به طور تلویحی و حتی در بسیاری از مواردی که اینا اصلا به طور روشن میگن اگه شما به این اعتراضات ادامه بدید، این وضعیتی که میبینید حملات تروریستی ادامه خواهد داشت. حتی در برنامه های تلویزیونی هم که گذاشتن میگن که این ممکنه ادامه پیدا کنه. البته یک سری ایمیل های من دریافت کرده بودم که گویا میخواستن اول زندان عادل‌آباد شیراز هم آتیش بزنن مثل زندان اوین. حالا چجوری شده بین این آقایون نخبه هایی که در به اصطلاح وزارت اطلاعات هستن که چنین زن و بچه مردم رو حاضرن بکشن، قتل عام بکنن به خاطر اینکه اصل و وقتی که میگن اصل حفظ نظامه، حفظ نظام وقتی اوجب واجبات میشه از دیدگاه تئوری پردازان امنیتی رژیم جمهوری اسلامی همین میشه، اسمش هم میذارن حجامت نظام. که شما نگاه کنید این دشترهای قلابی، دشتر عباسی و این رائفی پور چیه، یه سری آدم هایی آوردن بهشون تریبون دادن و از به تریبون هایی که با هزینه مردم و بیت المال داره تغذیه میشه اومدن اینا رو پروبال دادن، اسمشو گذاشتن حجامت نظام. یعنی یک تعداد بیگناه بیان در شاهچراغ شیراز کشته بشن، حجامت نظامه، نظام حفظ میشه. در زندان شیراز معترضین، زندانیان سیاسی و عادی زنده زنده در آتش بسوزن، حجامت نظامه. به رفتار سیاسی خود رژیم هم با نگاه کنیم، شما نگاه در خرداد 1370 و فکر کنم 30 خرداد 73 اومدن در حرم امام رضا تو مشهد بمبگذاری کردن. حالا در اختلافاتی که بین این گرج ها این جنایتکاران پیش اومد، اختلافات درونی معلوم شد دیگه، اون اکبر جنجی بود که الان خفه خون گرفته، مردم در حالی که میگن میکشم میکشم آنچه خواهرم کش، این آقا میگه آقا خشونت پرهیز باشید، خفه خون گرفته، مردم تو خیابون دارن از میان آتش گلوله میگن میکشم میکشم آنچه خواهرم کشت، ایشون نشسته تو آمریکا میگه خشونت نکنید، میخوان حفظ نظام کنن. این آقایون اومدن همون موقع حرم بمبگذاری در حرم امام رضا رو در خرداد 73 اعلام کردن، کار وزارت اطلاعات بوده، این در تاریخخانه اشباح اگه اشتباه نکنم، یا آقای عمادالدین باقی در جلد دوم کتابی که نوشته تراژدی دموکراسی در ایران، اونجا به تفصیل اشاره کرده که من شخصی به نام مهدی و نحوی رو میارن تو تلویزیون هم آوردن، سریع یه مصاحبه پخش کردن، یه بنده خدایی آورده بودن که بگو کار من بوده. اون موقع به سازمان مجاهدین خلق نسبت دادن، الان هم به داعش. البته اون اشتباه انقدر ناشیانه و با عجله این طرح رو انجام دادن که حتی در بیانیه که منصوب به اصطلاح داعشه به جای 29 ربیع الاول گفتن اصلا 30، من اینجا یاد داشت 30 ربیع الاول، اصلا ربیع الاول 29 روزه و یه سری اشکالات اینجوری یا تابلو یا یه پوستری که اینا داشتن 2-3 ساعت قبل از این که اصلا این مسئله اتفاق بیفته، اصلا پوسترش رو
آماده بوده. اصلا دقایقی بعد از این که 2 دقیقه بعد از این که این حمله انجام میپذیره، این پوستر رو انتشار میدن. اینا نشون میده که رژیم در تقلا، در تلاشی مذبوحانه است، به هر قیمتی شده، همون در راستای این چین حفظ نظام اوجب واجباته. حالا میگه 30 نفر هم در شیراز کن، مهم نیست 40-50 نفر تو زندان اوین زنده زنده بسوزن، مهم نیست که دیکتاتور ایران زنده بمونه و اطرافیانش این نظام حفظ بشه، بقای نظام براشون مهمه. من سریع خواستم این مسائل رو عنوان کنم و چند هفته پیشم من اخبار ایران رو رصد می کردم مثل همه اکثر شماها. در همین تریبون های نماز جمعه هم اعلام می کردم همین این آقای سردار سپاهی علی اکبر پورجمشیدیان، همین دو هفته پیش در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تبریز گفت اگر امنیت ایرانی نبود، امنیت ایران نبود، زنان معترض، من سعی میکنم این جملهشو نقل و قول کنم، زنان معترض در خیابان را همچون زنان مسیحی و ایزدی به فروش میگذاشتم. از تریبون های رسمی نماز جمعه اول این سخنرانان اینو جا افتادن، جا انداختن، افکار عمومی آماده کردن که آقا بدونید اگر ما نباشیم زن و بچه شما را داعش میاد با اون وضعی فوری. فیلمش هم پخش کردن با چه سرعتی، فیلم مدار بسته رو هم حتی تو خود آمریکا چون من هستم با چنین سرعتی من ندیدم. بلافاصله بعد از حادثه یک فیلم 30 ثانیه‌ای گذاشتن، یه نفر با کلاش میاد، این کلاش، این خشابش فقط یه 10 ثانیه طول میکشه خشابش رو عوض کنه. یعنی داعش از این آدم های واردتر از این نداشته. بعد جالبه پشت به اون جایی که تیراندازی میکنه میخواد خشابش رو عوض کنه، پشتش هم به اون به اصطلاح دره پشتش رو میگردونه، خشابش رو عوض میکنه. یه به حالت ناشیانه‌ای با اون غلط‌های املایی و تاریخی و نوشتن 29 ربیع الاول 30 ربیع الاول و که اصلا 30 ربیع الاول 29 روز بیشتر نیست و این مسائلی که یک اصلا افتضاح امنیتی، یک حادثه، یک واقعا تراژیکیه که دستپخت مشترک فکر کنم وزارت اطلاعات و بیت دیکتاتور ایران علی خامنه‌ای و سپاه پاسدارانه. من از اینجا اعلام میکنم به عنوان شهروند ایرانی معترض که علی خامنه‌ای آخرین نفساتو داری میکشی با این کارهایی که وزارت خونت، امنیت خونت انجام میده، نمیتونی به جایی برسی، در نفست به شمارش افتاده، رژیم در آستانه فروپاشیه. بچه های دانش آموز 12 ساله 13 ساله ای که میخواستی با سرود سلام فرمانده بیان، میبینی که با سرود شعار زن زندگی آزادی، اون با اینا میخوای چی کار کنی؟ با این نسلی که به وجود اومده در خود جمهوری اسلامی هم پرورش یافته، با وجود این همه تریبون نتونستید اینا رو عوض کنید. حالا با این همه کشتار و سرکوب و این عملیات های قضایی تروریستی و ریختن خون صدها بیگناه میخوایی نظام خودتو حفظ کنی؟ نمیتونیش. شما در آستانه فروپاشی هستی و به زودی در دادگاه های مردمی در داخل ایران مثل صدام حسین، مثل دیکتاتورهای دیگه دادگاهی خواهی شد. آن روز نزدیکه و فرا خواهد رسید به زودی زود.